وقت رونالدو باعث برکناری داور شد. روزی که پلی انگشت رامبو را شکست، تفاوت بزرگ بارسا با رئال مادرید. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. داوری که عبور ضربه رونالدو از خط دروازه در بازی مقابل صربستان را تشخیص نداد، از تیم داوری خود کنار گذاشته شد. روزی که پلی در حین فیلم برداری انگشت سیلویستر استالونی را شکست. تنها در صورتی که یوونتوس بتواند سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به دست بیاورد، میتواند از حضور کریستیانو رونالدو برای فصل بعد برخوردار باشد. بارسلونا در فصول اخیر و به خصوص امسال نتوانسته در بازی‌های بزرگ فصل نتایج خوب کسب کند. پرتغال در چهارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی چند پیش مقابل صربستان قرار گرفت. در این دیدار در لحظه آخر رونالدو با دروازه‌بان تک به تک شد و ضربه ای زد که مدافع صرب آن را از درون دروازه بیرون کشید. تصاویر تلویزیونی نشان میداد توپ از خط رد شده، اما کمک داور چنین نظری نداشت. حالا خبر رسیدم ماریو دیس کمک داور آن دیدار دیگر در آن تیم داوری حضور نخواهد داشت و از آن کنار گذاشته شده. دیکس در جدیدترین گفتگوی خود گفته: خبر بسیار بسیار ناامیدکننده برای من در آستانه رقابت‌های یورو بود. روز چهارشنبه 31 مارچ از ماکیلیه، یعنی داور اصلی تیم، شنیده که قرار است با کمک داور دیگر به کار ادامه دهند، زیرا اعتماد به نفس در این تیم از بین رفته. امیدوار بودم از من حمایت بیشتر شود. ماکیلیه هم در گفتگوی خود اعلام کرده: این مسئله صحت دارد که یان دیویریس جای ماریو دیکس در تیم ما حضور پیدا خواهد کرد. این یک مسئله مربوط به تیم است و ربط به احترام ما به ماریو ندارد، اما در جهت پیشرفت تیم است. بیانیه‌ای درباره علت این کار منتشر نخواهیم کرد. سلویستر استالونی فوق ستاره هالیوود افشا کرد که در حین ضبط فیلم فرار به سوی پیروزی، پلی اسطوره فوتبال برازیل با یک ضربه پنالتی باعث شده تا انگشت وای بشکند. این فیلم که در سال 1981 اکران شد، داستان گروهی از زندانیان متفقین در حین جنگ است که برای یک بازی فوتبال مقابل تیم نازی‌ها قرار می‌گیرد که پلی و استالونی هم در آن نقش آفرینی کردند. ستاره معروف فیلم راکی در حین تبلیغات آخرین فیلم خود به نام مسابقه کینه، در این باره که چطور پلی باعث شد تا انگشتش بشکند صحبت کرد. وای در مصاحبه با بی بی سی گفت: این اتفاق یکی از بخش‌های منفی زندگی من بود. عجب ضربه خوردم. وقتی سعی کردم پنالتی پلی را مهار کنم، انگشتم شکست. او کفش‌های از جنگ جهانی دوم را پایش کرده بود که توپ هم به مثل گلوله‌های توپ بود. آن توپ دو برابر سنگین‌تر و ضخیم‌تر از توپ‌های فوتبال امروزی بود. با من گفت که قرار است شوت بزنم. با او گفتم که مشکل نیست و با خودم گفتم فوتبال است دیگر، مشکل خاصی نیست. خیلی ساده بود. با من گفت که توپ را دقیقاً کجا می‌زند و من همانجا ایستادم، اما قبل از آن که بتوانم حرکت کنم توپ از من رد شد. او دوباره این کار را کرد و این بار تور دروازه پاره شد، یک پنجره در محل فیلم برداری شکست. بعد از آن احترامم نسبت به پلی بیشتر شد. فیلم فرار به سوی پیروزی 4 سال بعد از آخرین بازی دوران پلی اکران شد. او در دوران فوتبال خود در 656 بازی 643 گل به ثمر رساند. نوسازی و تغییر مدل ورزشگاه تیم فوتبال رئال مادرید برای این باشگاه هزینه هنگفت به همراه دارد که برداخت کامل آن 3 دهه به طول خواهد انجامید. با نقل از نشریه آیس اسپانیا، هزینه نهایی پروژه نوسازی ورزشگاه سانتیاگو برنابو که از سال گذشته آغاز شد به رقم نزدیک به 800 میلیون یورو میرسد. پروژه نوسازی خانه اصلی کهکشانی ها که شامل مدرن سازی نمای بیرونی ورزشگاه، مسقف کردن آن و افزودن یک سلسله امکانات رفاهی برای تماشاگران می شود، دقیقاً 796.5 میلیون یورو هزینه در پی دارد که این رقم با اخذ تسهیلات از بانک های اسپانیایی تامین می شود و بازپرداخت آن تا 30 سال آینده ادامه خواهد داشت. طبق اعلام آیس، باشگاه ریال مادرید از تاریخ 3 جولای سال 2023 شروع به پرداخت اقساط مربوط به این تسهیلات خواهد کرد و سالانه 29.5 میلیون یورو خواهد پرداخت و این روند تا ماه جولای سال 2049 ادامه خواهد داشت. هیئت رئیسه باشگاه ریال مادرید روز جمعه هفته گذشته طرح مربوط به تغییر مدل ورزشگاه سانتیاگو برنابو را به تصویب رساند که این پروژه حداقل 3 سال و نیم به طول خواهد انجامید. هزینه های خالص مربوط به اجرای این پروژه 575 میلیون یورو می شود، اما با احتساب سود 2.5% که طی 30 سال به این رقم تعلق می گیرد، پرداخت نهایی باشگاه ریال مادرید به 796.5 میلیون یورو افزایش پیدا می کند. مؤسسات کیک کپیتال پارتنرز، جی پی مورگان، بانک آمریکا مریل لینچ، بانک سانتندر، سوسیتی خنراله و کویسکا بانک شرکای تجاری ریال مادرید در اجرای پروژه نوسازی ورزشگاه سانتیاگو برنابو هستند. تنها در صورتی که یوونتوس بتواند سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به دست بیاورد، میتواند از حضور کریستیانو رونالدو برای فصل بعد برخوردار باشد. با نقل از بیساکر، حذف یوونتوس از مرحله یکم نهایی لیگ قهرمانان اروپا و ناکامی در سری آ باعث شده است تا رونالدو نسبت به آینده خود در این تیم متردد باشد. یوونتوس 3 سال پیش 115 میلیون یورو برای انتقال رونالدو هزینه کرد، ولی این تیم نتوانست در لیگ قهرمانان به قهرمانی برسد و امسال نیز توسط پورتو حذف شد. با این حال یوونتوس به فینال جام حذفی رسیده و باید برای تنها جام خود در این فصل با آتالانتا رقابت کند.
کریستیانو رونالدو با پیشنهاد بازی از منچستر یونایتد برای رئال مادرید روبرو شده است و در صورتی که یوونتوس نتواند سهمیه لیگ قهرمانان را برای فصل بعد به دست بیاورد از این تیم جدا خواهد شد. این مهاجم پرتغالی دوست دارد در لیگ قهرمانان بازی کند و به سران باشگاه اعلام کرده است که در صورتی که یوونتوس نتواند سهمیه لیگ قهرمانان را برای فصل بعد به دست بیاورد از این تیم خواهد رفت. یوونتوس بعد از برتری برابر ناپولی و جنوا در رقابت‌های سری آ یک دیدار حساس برابر آتالانتا در لیگ در پیش دارد که تأثیر زیاد روی عملکرد این فصل تیم ایتالیایی در لیگ دارد. هر دو ال کلاسیکوی فصل را رئال مادرید از بارسلونا برد. رئال در نیو کمپ 3-1 برنده شد و شنبه شب هم توانست در دیستیفانو 2-1 بر آبیاناری‌ها پیروز شود. بارسا دیگر بازی حساس فصل یعنی برابر اتلتیکو را نیز در متروپولیتانو 1-0 باخته تا از 3 دوئل کلیدی لالیگا هیچ امتیاز کسب نکرده باشد. ماه بعد بارسا در نیو کمپ میزبان اتلتیکو خواهد بود و باید دید نتیجه چه خواهد شد. رئال در دو مساف رفت و برگشت با بارسا و اتلتیکو توانسته 3 برد و 1 تساوی کسب کند و بارسا به امتیاز نرسیده است. این شاید بزرگترین تفاوت بارسا و رئال مادرید در فصل جاری باشد. رئال در لیگ قهرمانان هر دو بازی رفت و برگشت خود برابر انتر و آتالانتا را برد و در بازی رفت 1/4 نهایی نیز بر لیورپول پیروز شد. بارسا اما برابر یوونتوس در دور گروهی 1-1 کسب کرد و برابر پی اس جی در 1/8 نهایی نیز در خانه 4-1 باخت و در زمین حریف نیز به تساوی 1-1 رسید و حذف شد. دوستداران بارسا شکست های 3-0 از روم، 4-0 از لیورپول و 8-2 از بایرن مونیخ در سالهای گذشته را هنوز فراموش نکردند و به نظر می رسد بارسا با گام های لرزان وارد بازی های بزرگ می شود. حتی رونالد کومان هم نتوانست این قضیه را برطرف کند و این گونه غیر ممکن است که بارسا در اروپا با موفقیت برسد و امسال هم ممکن است لالیگا را از دست بدهد. فصل گذشته که ریال قهرمان لالیگا شد توانست از بارسا و اتلتیکو 8 امتیاز بگیرد. بارسا برابر ریال اتلتیکو نیز تنها 3 امتیاز گرفت. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.